دولت پاکستان اعلام کرد به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی علیه السلام اداره های دولتی در دو روز تعطیل رسمی خواهند بود. در بیانیه دولت پاکستان همچنین آمده تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم در دستور کار قرار گرفته است. طالبان به شیعیان بلخ دستور داده پرچم‌های عزارا پایین بیاورند. طالبان از زمان روی کار آمدن تا کنون به طرق مختلف با شیعیان مقابله کردند. پایین آوردن پرچم‌های عزای حسینی اقدامی است که نشان دهنده دروغ بودن ادعای طالبان مبنی بر آزاد بودن فعالیت شیعیان است. تخریب مسجد خواجه محمود توسط مقام‌های شهرداری در شمس‌آباد در حومه حیدرآباد هند باعث اعتراض گسترده مسلمانان شده است. این اقدام منجر به اعتراض شدید ساکنان مسلمان محلی و رهبران احزاب مختلف شد. رهبران مجلس اتحادیه مسلمان سراسر هند و مجلس باچاو تحریک اعتراض خود را رسما اعلام کردند. حکومت بحرین سرکوب بیرحمانه شیعیان این کشور را پیش از برگزاری مراسم عاشورای حسینی تشدید کرده است. فعالان شبکه‌های اجتماعی بحرین ویدیوها و تصاویری از نیروهای حکومتی بحرین منتشر کردند که در خیابان‌های شهر در حال پایین کشیدن بنرها و پرچم‌های مربوط به مراسم بزرگداشت عاشورا هستند. شورای روابط آمریکایی اسلامی به نمایندگی از دو مرد سیاه‌پوست مسلمان مهاجر که با رفتار تبعیض‌آمیز کارمندان و مدیریت خطوط هوایی آلاسکا روبرو شدند، شکایتی را تنظیم کرده است. شعبه واشنگتن شورای روابط آمریکایی اسلامی به همراه صندوق دفاع حقوق این سازمان از تنظیم این شکایت خبر داد. مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در شهرهای شیعه نشین نبل و الزهرا در استان حلب در شمال سوریه برگزار می شود. در این دو شهر مردم هر ساله مصیبت غم انگیز خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را گرامی می دارند و برای ماندگار شدن قول حضرت زینب سلام الله علیها که می فرماید ما رأیت الا جمیلا، مردم دو شهر این شعار را برای یادآوری واقعی کربلا در مراسم عزاداری امسال خود استفاده می کنند.